به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به مجموعه خبرهای کانال جنرال پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر ویدیو با ما بوده و این چینل را نیز سابسکرایب نمایید. امرالله صالح اساکری که موترهای وکیلان پارلمان را تلاشی و شیشه های دودیشان را سفید کردند، یک ماه معاش خودم را انعام خواهم داد. این در حال است که وزارت امور داخله 100 اراده موتر را از وجود شیشه های سیاه در کابل پاکسازی و مقدار جنگ افزار را از نزد افراد غیر مسئول به دست آورد. دوشنبه 22 میزان نیروهای پلیس امن عامه عملیات مشترک را با سایر نیروهای امنیتی به هدف جلوگیری از گشت و گذار وسایل فاق اسناد، شیشه سیاه و استفاده از سلاح بدون مجاز در مربوطات شهر کابل انجام دادند که در نتیجه آن 100 اراده موتر را از وجود شیشه های سیاه پاکسازی کردند. همچنان در این عملیات ها 2 میل کلنشینکوف، 120 عدد شارژور، 370 مرمی کلنشینکوف، 10 بمب دیسی و مقدار و تجهیزات نظامی بدون مجاز را نیز به دست آوردند. روند پاکسازی موترهای شیشه سیاه و جمع‌آوری سلاح و تجهیزات غیر قانونی در کابل و سایر ولایات کشور به شدت جریان داشته و این روند در مرکز و ولایات کشور ادامه خواهد داشت. بیشترین جرایم سازمان یافته توسط موترهای اداری شیشه های سیاه و فاقد اسناد و سلاح های بدون مجاز قانونی در شهرها بویژه در شهر کابل سازماندهی می شود. بنابر نیروهای پلیس به هیچ کس اجازه استفاده از چنین افزارهای غیر قانونی را نمی دهد و با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. رحمت الله نبیل حکومت تلاش دارد تا آرای غیر شفاف را وارد سیستم بسازد. رحمت الله نبیل نامزد انتخابات ریاست جمهوری و رئیس تیم عدالت و امنیت میگوید که تیم حاکم در تلاش است که با استفاده از نام دادگاه عالی آرای غیر بایومتریک را به محکمه ارجاع دهد. به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرنامه، رحمت الله نبیل در نشست خبری شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در کابل میگوید که تیم های دولتی میلیون ها پول ملت را برای سازماندهی تقلب استفاده کردند و حالا در تلاش هستند با فشار وارد کردن به کمیسیون مستقل انتخابات آرای غیر شفاف را وارد سیستم کنند. رحمت الله نبیل افزود شورای نامزدان ریاست جمهوری فیصله کرده بزودی شکایت نامه به شورای امنیت سازمان ملل بفرستد و از وضعیت دموکراسی و دموکرات های جعلی که می خواهند با تقلب بر سرنوشت افغانستان حاکم شوند رسما شکایت کند و تقلبات را به طریقه مستند به آنان ارائه نمایند. او از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می خواهد که دموکراسی را به تمسخر نگیرد، هیچ فشار را قبول نکنند، به حال مردم رحم کنند و شفافیت را به هیچ گونه قربانی صورت نسازند. این نامزد می خواهد که تجربه تلخ 2014 نباید دوباره تکرار شود. سخنگوی ارگ انس اقانی رها نمی شود. سخنگوی ارگ ریاست جمهوری می گوید کدام توافق برای رهایی انس اقانی از بند صورت نگرفته است. با گزارش اسپوتنیک به نقل از آریانا نیوز، صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری گفت هیچ تصمیم برای رهایی کدام زندانی نداریم و سیاست ما در مورد زندانی هایی که نزد حکومت افغانستان است هیچ تغییری نکرده است. در مورد آزادی انس اقانی نیز هیچ تصمیم حکومت افغانستان ندارد. گفته های وجود دارد که امریکا و طالبان برای اینکه به همدیگر بیشتر باور کنند توافق کردند تا انس اقانی و حافظ رشید دو عضو بلندپایه شبکه اقانی همراه با دو پروفسور امریکایی و استرالیایی تبادله شود. همایون جیر عضو ارشد حزب اسلامی میگوید
توافق صورت گرفته است بین ایالات متحده امریکا و طالبان که از طرف امریکایی ها انس اقانی و حافظ رشید احمد رها شوند و طالبان هم آنها دو پروفیسور امریکایی را آزاد می کنند. با این حال برخی منابع نزدیک به طالبان می گویند که بن‌بست در مذاکرات صلح آمده است، اما این زمان به گونه کامل متوقف نشده بود و گفتگاه‌های پنهانی میان طالبان و امریکا جریان داشت. طالبان: با هند هیچ مخالفت نداریم. سهیل شاهین سخنگوی گروه طالبان در قطر میگوید که این گروه هیچ موضع علیه هند ندارد و به این باور است که برای بازسازی افغانستان به کمک این کشور نیاز دارد. به گزارش اسپوتنیک به نقل از غز رسانه ها، سهیل شاهین روز دوشنبه 22 میزان در مصاحبه اختصاصی با CNN احضار داشت. هند نباید در مورد خروج سربازان امریکایی احتیاج باشد. افغانستان برای بازسازی به کمک کشور همسایه احتیاج دارد. شاهین تاکید کرد که اگر ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا مذاکرات را لغو نمی کرد، توافقنامه صلح تا اکنون به امضا رسیده و در افغانستان آتش بس برقرار می شد. او گفت: ما فکر می کنیم هیچ رای حل نظامی وجود ندارد و امریکایی ها این را بهتر می دانند، زیرا آنها روی کرد نظامی را برای 18 سال گذشته بدون نتیجه آزمایش کردند. بنابراین من فکر می کنم بهترین گزینه رای حل مسالمت آمیز است. آنها اگر می خواهند توافقنامه صلح افغانستان را امضا کنند، باید برای امضای توافقنامه صلح به میز بیایند. در غیر این صورت آنها تجربه تلخی را برای دستیابی به نتیجه تکرار می کنند. پیش از این سخنگوی طالبان گفته بود که ما از جنگ با امریکا هرگز عقب نشینی نخواهیم کرد. یک بار دیگر هشدار می‌دهیم که بهتر از امریکا از طریق مذاکره به این جنگ پایان دهد. ترامپ: تحریم‌های جدی بالای ترکیه وضع خواهد شد و عواقب ناگوار خواهد داشت. رئیس جمهور امریکا ترامپ به دلیل اوضاع فعلی در سوریه از تحریم‌های علیه ترکیه خبر داد و انقره را با عواقب جدی تهدید کرد. با گزارش اسپوتنیک، ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید که من به زودی فرمان اجرایی را امضا میکنم که دستور عمل تحریم ها علیه مقامات فعلی و سابق دولت ترکیه و هر شخصی که در اقدامات بی‌ثباتی در شمال شرقی سوریه شرکت کردند صادر شود. ترامپ از سوی هم گفته است که ایالات متحده امریکا بلافاصله مذاکرات را در مورد توافق تجاری 100 میلیون دلار با ترکیه پایان خواهد داد. رئیس جمهور امریکا در ادامه افزوده است که در این فرمان به ایالات متحده اجازه داده شده است تا تحریم های قوی را علیه کسانی که در نقض حقوق بشر نقش داشتند عملی کند و نیز گفته است که در این فرمان پیامدها را شامل می شود. از جمله مجازات مالی، مسدود کردن اداری و ممنوعیت ورود به ایالات متحده. همچنان وای از ترکیه خواسته است که پس از شکست دادن گروه دروسی داعش وضعیت را دوباره در این کشور خیره نسازد.